بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر نمایین عرض سلام و ادب و احترام منصر دانشجویان رس استاتیک عرض تبریک داریم ایام با سعادت میلاد پیامبر رحمت و رسول الله رو و آغاز امامت امام زمان علیه السلام خدمت همه دانشجویان عزیز. خب خیلی وقت اذان رو نگیریم و بریم سراغ اصل بحث و از هر چی بگذریم سخن استاتیک چی عزیزان خوشتر است. خب در فیلم جلسه گذشته که منظر عزیزان در واقع بارگذاری شد و انشاءالله همه دوستان ما مشاهده کردن، بحثی که ما هم آغاز کردیم دوستان بحث چی بود؟ بحث در واقع محاسبه لنگر. لنگر چی آقا؟ لنگر نیمه ها بودیم. حالا چی بود؟ چون نیمه های ما در واقع نیمه هایی که ما داریم به سازه وارد میشن یا بارهایی که مردم میگیم بارهایی که به سازه وارد میشن چی هست؟ بارهایی که به سازه وارد میشوند بارهای وارد بر سازه گفتیم چی بچه ها؟ یا چی هست؟ یا در واقع نیروی متمرکز هست یا چیه دوستان گفتیم؟ یا لنگر چیه؟ متمرکزه. درست شد؟ این دوزاره که با هم کار کردیم، پرمانش هم حل کردیم و اردم بودتون که فهمیدیم که ما در واقع به سازه ما اگر مثلا این قوم من باشه در واقع قوم من باشه شما مثلا میتونید بارهای متمرکز حالا مایل افقی و بارهای متمرکز وارد شد یا گفتیم چی آقا؟ یا گفتیم غیر از بار میتونه چی وارد بشه؟ میتواند در واقع چیه؟ لنگر متمرکز وارد بشه که بحث کردیم در جلسه گذشته که خب لنگر در واقع در یک فاز صفحه دو بودی در واقع محاسبات لنگر متمرکز در واقع لنگرش مورد هر نقطه میشه خودش با همون جهت خودش کاری نداره. نیروی متمرکز هم بودی میشه نیرو زد در فاصله عمودش تا اون نقطه که میخواه با اونجا چکار کنیم لنگر میکرد. پس نیروی متمرکز و لنگر متمرکز بحث کردیم. بحث سومی که بچه نوع سوم بارهایی که سازه وارد میشن بودیم بارهای چیه؟ در واقع نیروهای چیه؟ گسترده است یا بار چی آقا؟ گسترده. خب بار گسترده رو مفصلا در اصل میشه گفتیم آقا اصلا در سازه ها اصل بارهای ما بار گسترده است گفتیم چون سقفی که رو ساختمون وجود داره سقف پیوسته است به نوعی بار رو پیوسته به تیرها وارد میکنه و بنابراین اصل بارهایی که بچه به یک سازه وارد میشه بارهای چیه؟ گسترده است یا نیروهای گسترده است. خب بار گسترده دوستان گفتیم چیه؟ گفتیم وقتی میگیم بار گسترده نیروی گسترده واحدش دیگه چی میشه؟ اگه مثلا نیرو واحدش نیوتونه یا لنگر نیوتون متره این نیوتون بر میشه یعنی در هر متر طول چقدر داره بار وارد میشه به این تیر شما یعنی بودیم غیر از این بارهایی که در واقع متمرکز هستش در یک سازه میتوانن بارهای گسترده که اصل بارها متمرکز بارهای چیه؟ گسترده است. مثلا یه بار اینجا به شما میدم بار گسترده حالا بار متمرکز هم میتونه باشه لنگر متمرکز بار متمرکز بار چی؟ گسترده که گفتیم مثلا بگیم ما شدت چه کیونی شو بدیم که گفتیم کیون نیوتون بعد متر یعنی نیرو در واحد چیه؟ طول هستش. خب حالا بحث این بود که آقا لنگر ناشی از این نیروهای گسترده رو چگونه بایستی حساب کنیم این لنگر ناشی از این نیروهای گسترده یا بارهای گسترده اگه میخوام لنگرش رو حساب بکنیم چی باید حساب کنیم؟ خب مثلا ما اینجا گفتیم آقا لنگر نیروها رو حساب بکنیم خب خیلی سریع میگید آقا این نیرو زد و چی فاصله این لنگر رو همینجا منتقل میشه کاری نداریم میمونه این اینم یه بار دیگه این نیرو لنگر این نیروی گسترده حول اینجا رو چی باید حساب بکنیم؟ خب گفتیم اگر میخوام لنگر ناشی از این بار گسترده رو حساب بکنیم انسان گفتیم لازمه که این بار گسترده تبدیل بشه به چی؟ تبدیل بشه بعد به یک بار متمرکز در واقع معادل این بار گسترده و بعد وقتی تبدیل شد بار متمرکز چون شما بار متمرکز بلدین خیلی راحت این نیروی متمرکز لنگرش چیکار می‌کنی؟ می‌گیری. پس اگر من بخوام نیروی گسترده در واقع لنگرش بگیرم چی آقا؟ جهت لنگرگیری حول یک نقطه چیه؟ چیکار میکنیم؟ تبدیل بار گسترده به بار چی آقا؟ به بار متمرکز چی؟ معادل. یعنی ما بایستی بیاییم بار گسترده رو بچه تبدیل کنیم به بار گسترده چی؟ بار گسترده رو تبدیل کنیم به بار متمرکز چی؟ معادلش. و
فقط نقطه اینکه دوستان حتما بایستی دقت بکنید، چون ما این نقطه رو میگیم تو استراتژی و بعد بچه‌ها تو ذهنشون اشتباه این نقطه جا میفته و تا آخر هم در واقع ادامه داره. ما تو جلوتر هم که بریم تو درس بزنیم نقطه رو تأکید میکنیم. اونم اینه که دوستان ببینید بار گسترده ما فقط برای چی؟ برای لنگرگیری ها. این اگه شما لنگر یک بار گسترده میخواید حول این نقطه حساب بکنید، بعد تبدیلش کنید به بار چی؟ متمرکز معادلش، برای لنگرگیری. لکن واقعا این بار گسترده معادله بار متمرکز معادلشه. چون خیلی وقتا ما این نقطه رو میگیم بعد مثلا الان خواهیم رسیم مثلا میگیم ساده رو تحلیل کنیم، حالا این بار گسترده شد. خب بعد بچه ها چیکار میکنم؟ میگم خب ما تو استانی خونده که بار گسترده رو بار متمرکز معادلش تبدیل کنیم، پس من این بار گسترده رو برمیدارم به جاش یک بار متمرکز معادلش رو میذارم، بعد من این سازه رو تحلیل میکنم. یه بابا این اشتباه، هیچ وقت این سازه بچه با این سازه یکی، هیچ وقت این سازه با این سازه یکی نیستش تو تحلیل. این دقت کنید، اینکه میگیم آقا برای لنگرگیری، بله برای لنگرگیری تو آقای بار گسترده با لنگرش حساب کنید، برای لنگرگیری میگیم ما تبدیل کنیم به چی؟ تبدیل کنیم به بار متمرکز معادلش که خیلی راحت بتونیم لنگر بگیریم. ولی نه اینکه این تو تحلیل معادله این هستش، اینا با هم برابر نیستن. باید من تو تحلیل، تو تحلیل باید بار خودش واقعا باشه، تو نوع تحلیلش فرق داره، شما میرسید. بنابراین بچه من این نکته دارم اینجا میگم که اگه میخوای لنگر بس ما فعلا چیه؟ محاسبه لنگر نیروهای گسترده است، محاسبه لنگر بار گسترده است. بار گسترده اگه میخوای لنگرش مورد نقطه بگیری باید چیکارش کنی؟ تبدیلش کنی به بار متمرکز چی؟ تبدیلش کنی به بار متمرکز معادلش. حالا برای اینکه تبدیل کنی به بار متمرکز معادلش دو تا بحث داریم. پس من میگم آقا بار متمرکز معادل چی؟ بار گسترده. جلسه بیش کنیم بچه بار متمرکز معادل بار گسترده دو تا بحث داره. یک مقدار در واقع بار متمرکز سوال ماست، یکی چی دوستان؟ محل اثر بار چی؟ متمرکز. وقتی شما میخواید به جای در واقع این بار گسترده، وقتی میخواید به جای این بار گسترده بیاید بار متمرکز معادلش رو بذارید به لنگر بگیرید، خب این بار متمرکز معادل اولا یه مقدار دارد، مقدارش چقدره؟ ثانیا یه محل اثر داره. چون شما میخواید لنگر این نیرو رو بگیرید، این نیرو مهمه که کجا داره وارد میشه دیگه. چون مثلا اینجا میخواید لنگر بگیرید فاصله مهمه دیگه. بنابراین اگر شما میخواید به جای بار گسترده این بار متمرکز معادل بذارید که لنگرش رو حساب کنید برای این نقطه، اون بار متمرکز معادل دوستان یکی مقدارش برای ما مهم است، یکی محل اثرش. دو تا آیتم باید حساب کنیم که جلسه گذشته گفتیم بچه ها مقدار صحبت کردیم، گفتیم چی آقا؟ گفتیم مقدار بار متمرکز، بار متمرکز معادل مقدارش برابر چیه؟ برابر است با مسافت زیر نمودار بار چی؟ گسترده. خیلی ساده. ولو اگه شما میخواید مقدار حساب کنید بعد مسافت زیر نمودار بار گسترده رو حساب کنید. یعنی اگه شما یک بار گسترده دارید، گفتم مثلا در واقع با شدت کیو و طول ا بار متمرکز معادلش مقدارش میشه چقدر؟ میشه کیو ال، چون مسافت مستطیل میشه طول ضرب در عرض. این مسافت حساب کنید میشه طول ضرب در عرض، عرض ضرب در طول، میشه بار متمرکز. یا گفتم اگه مثلا شما یک بار عرضم حدودی که گسترده مثلثی دارید، مثلا این شدت ماکسیمومش کیو ال این طول ال، گفتیم بار متمرکز معادلش میشه کیو ال دو. چرا؟ چون میشه ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر دو. به همین صورت باید چیکار کنیم؟ باید مساحت زیر نمودار رو چیکار بکنیم؟ حساب بکنیم. یا در حالت کلی بچه گفتیم اگه شکل شما چی باشه؟ یه منحنی باشه اصلا شکل بار شما، گفتیم مثل بار چی؟ گفتیم مثل بار باد. ببینید اگه مثل بار باد شما در واقع یک بار گسترده داشته باشه، اگه بیشتر شدتش کیو باشه مثلا این باشه که اینجا به درد ما نمونه، بعد این نمودار بعد انحناش رو داشته باشید. حالا گفتم اگه مثلا این ایکس باشه، مثلا گفتم اگه این شدت کیو من باشه، کیو برابر شده بگیم ما کیو برابر است مثلا چی؟ آ ایکس دو به علاوه بی ایکس به علاوه صفر، این منحنی سهمی لجی دو. خب گفتم بچه‌ها طبق این قانون، گفت قانون کلی مقدار بار متمرکز معادل برابر مساحت زیر نموداره، بعد مساحت این نمودار رو حساب کنید. خب مساحت معادل چی میشد؟ میگم مقدار این بار گسترده میشه انتگرال مساحت این چی باشه مثلا زیر نمودار، بعد زیر نمودار میشه انتگرال این تابه، میشه انتگرال چی؟
انتگرال کیو به ایکس یا برابر میشه با انتگرال حالا آر ایکس تو به علاوه بی ایکس به علاوه سه به جی ایکس. حالا این مقدار بچه لازم چند تا سهمی باشه. اگه مثلا به عنوان مثال سهمی باشه، وقتی میگم مساحت یعنی چی؟ مساحت یعنی انتگرال دیگه. انتگرال یک نمودار میشه مساحت زیر اون نمودار تا خط افق. بنابراین مقدار بچه مقدار بار متمرکز، مقدار بار متمرکز برابر چی میشه؟ برابر هم مساحت زیر بار گسترده میشه. شما اگه مساحت زیر بار، اگه مساحتش شکلی بود که شما شکل هندسی بود که بلد بودین، فرمولشو مثل مستطیل، مثل مثلث، مثل زوزنقه. آره؟ مثلا اگه بار شما این بار چی باشه؟ اگر بار شما در واقع بار زوزنقه‌ای باشد و اگر بار زوزنقه‌ای باشه باز خیلی راحت میتونید چیکار بکنید؟ مساحت بار زوزنقه‌ای رو خوب بلد هستی و میتونید چیکارش بکنید؟ خیلی راحت حسابش بکنید دیگه. آره؟ اگر هم شکلی بود که آقا نه اصلا شکل هندسی منظر نه و این نمودار بود، انتگرال این نمودار رو باید گرفته بود. چون مثلا چه زوزنقه هم بچه تو جلسه پیش یادتونه دیگه، گفتیم مثلا در دالهای دو طرفه روی یک سری از تیرها بارهای گسترده زوزنقه میان. خب اگر مثلا این طولش ال یک هست، این طولش ال دو هست و این شدتش کیو تو ماکسیموم ترمالن، خب میگیم آقا بار متمرکز معادله این اگه بخوام قرار بدم مقدارش میشه مساحت زیر این نمودار زوزنقه، شکل زوزنقه میشه قاعده کوچک ولو قاعده بزرگ ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو، کیو ضرب در ال یک ولو ال دو قاعده کوچک ولو قاعده بزرگ ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو میشه بار معادلش. دوستان پس مقدار بار متمرکز معادل بار گسترده، مقدار اون بار میشه مساحت زیر چی نمودار یا همون انتگرال در واقع چی اون تابع شما. و اما دوستان نکته دومی که الان گفتیم مهمه، ما گفتیم برای یک بار متمرکز معادل علاوه بر مقدار چی مهمه؟ محل اثر اون بار متمرکز مهمه، چون میخوای لنگر بگیریم، تو لنگر طول مهمه، فاصله مهمه. حالا محل اثرش چی میشه؟ بازم خیلی خیلی ساده است، بازم بابا خیلی خیلی ساده است. باز این همین جمله که قبلا چی میگه آقا چی خیلی فرموش راحت میگه بابا محل اثر بار متمرکز معادل بار گسترده چون کجاست؟ محل اثر بار متمرکز معادل بار گسترده محل اثر کجاست؟ در واقع میشه چی بچه؟ همون مرکز سطح، میشه مرکز سطح بار چی؟ گسترده. به همین سادگی اینا آقا شما محل اثر بار متمرکز معادل برابر همون مرکز سطح بار چیه؟ گسترده تونه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مثلا یک بار گسترده مستطیلی دارید که اینجا طولش L و شدت Q، خب دوستان نگاه کنید این شکل شما یه مستطیل دیگه، این الان یه چیزی مستطیل بار گسترده تون. خب در مستطیل مرکز سطحش کجاست بچه ها؟ وسطش شد. مرکز سطح کجاشه؟ وسطش. یعنی بچه این اگه طول L باشه این بار متمرکز معادل کجا وارد میشه بچه ها؟ وسط. یعنی L دوم از این بر L دوم مقدارش چقدر؟ Q. دوستان در واقع عرضم موضوع تو که وسط بارد میشه. چرا وسط بارد میشه؟ چون محل اثر بار متمرکز معادل میشه همون مرکز سطح. مرکز سطح مستطیل چیه بچه ها؟ مرکز سطح مستطیل چیه؟ وسطش دیگه. بسیار. یا اگر مثلا همین شکل عرضم بوده، حالا این مثلث در واقع اگر مثلث این شکلی باشه، خب مثلا این L باشه و این Q باشه، خب باید بچه نگاه کنید این شکل چون متقارنه، چون متقارنه مرکز سطح کجا شد بچه وسط شده، بعد بار متقارن معادل وسط وارد میشه دیگه. بنابراین باز تو این شکل هم در واقع اگه بگیم این L دوم، این L دوم بار متقارن معادل Q L دوم، چون Q L دوم چون ارتفاع داره بالا تقسیم بر دو مقدارش Q L دوم کجا وارد میشه؟ وسط. چرا؟ چون این شکلی که متقارنه است مرکز سطحش چیه بچه ها؟ وسطش. الا اگه مثلا یه بار مثلثی داشته بچه ها غیر متقارن، یه همچین بار مثلثی داشتیم، یه بار گسترده مثلثی این شکلی داشتیم، این طول ال این شدتش چی؟ کیو. خب باز میگیم ما بار متمرکز معادله که داره وارد میشه مقدارش میشه قاعده در ارتفاع تقسیم بر دو کیو ال دوم، کجا وارد میشه؟ به مرکز سطح این مثلث. خب بچه‌ها مرکز سطح این مثلث کجاست؟ اینو خوندید تو هندسه دیگه، میدونیم که مرکز سطح مثلث چی بچه‌ها؟
یک سوم از قاعده، دو سوم از رأس. یعنی در واقع این بار متمرکز معادل این بار گسترده بچه یک سوم از قاعده بار میشه، دو سوم از من اگه بخواب بکشم در واقع همتون دست میشه. اینجا میشه چقدر؟ اینجا میشه ال سوم، اینجا میشه چقدر؟ دو ال سوم. مقدارش هم میشه کیو ال دو بود. بسو؟ یعنی بحث مرکز سطح، مرکز سطح چی بچه ها؟ مرکز سطح میشه چی؟ در واقع در مثلث یک سوم از قاعده است، دو سوم. پس بار متمرکز معادل این بار گسترده مثلثی میشه کیو ال دوم. کجا وارد میشه؟ دو ال سوم از رأس، ال سوم از قاعده. دوستو دیگه وسط وارد نمیشه. دوستو بنابراین مرکز سطح ببینید بچه ها، ما برای اینکه محل اثر بار متمرکز پیدا کنیم بعد چی رو پیدا کنیم؟ بایستی مرکز سطح به شکل رو پیدا کنیم. خب شکل های در واقع حالا معروف شما بلد یعنی مستطیل میدونید وسط، اگه مثلث متقارن باشه میشه اصلا اشکال متقارن بچه مشخص مرکز سطح وسط شد. یا مثلث اگر باشه بلد در مثلث مرکز سطح یک سوم از قاعده است، دو سوم از چیه؟ رأس. ولی خب سوال اساسی باز اینجا این پیش میاد که خب اگر شکلی باشه که ما مرکز سطحش رو در واقع به صورت بوتین بلد نیستیم، یا اصلا شکل شما شکل خطی نباشه مثل اینجا چی باشه؟ یه منحنی باشه. خب مرکز سطح شکلی که در واقع منحنی مانند هست کجای مرکز سطح این شکل؟ اینه ما تو ریاضیات حالا یا خوندین یا الان بالاخره تو ریاضیه که تو قاعدت خوندین و تو ریاضی تو بیشتر میخوند، ولی بازم ما اینجا الان اشاره میکنیم حالا بحث ریاضی است ولی خود الان واقعا توی استاتیک میشه در نیازش داریم. اینجا اشاره میکنیم که آقا اگر من میخوام مرکز سطح یک شکل حساب بکنم در کلی ما شکل معروفی که بلدم، اگر میخوام مرکز سطح شکل مرکز سطح در واقع یک شکل حساب بکنم در حالت کلی فرمول کلیش چیه و بعد باز از این فرمول کلی میاد به فرمول راحت‌تر در واقع هم برای شکل‌های شناخته شده میرسیم. ببینید بچه‌ها پس الان بحثمون چیه؟ بحث محاسبه مرکز سطح. خب اینو مرکز سطح رو بعد چجوری حساب بکنیم؟ آره مرکز سطح یک شکل رو واسه چجوری حساب بکنیم در حالت کلی؟ ببینید بچه‌ها مرکز سطح یک شکل اگه بخواید حساب بکنیم قاعدتا بچه ها ما یک شکلی که به شما میگیم فرض کنیم مثلا ما یه همچه شکلی است دیگه، خب این شکل مرکز سطحش کجاست؟ مرکز سطح این شکل بچه ها کجاست؟ خب ما بچه ها بگیم قبل از که ما وارد فرمول بشیم میخوام بگم اصلا درک از مرکز سطح پیدا کنیم بعد این فرمولش هم بگیم. خب میگیم آقای برنامه این شکلی که الان شما کشیدی دوستو اگر این شکل چی بود بچه ها؟ اگر این شکل مستطیل بود مرکز سطح کجا بود؟ دقیقا وسطش بود، دقیقا وسطش بود اگر مستطیل بود. ولی الان چی بود بچه ها؟ این قسمت پاک شد یعنی بیشتر سطح بچه کجا رفته؟ بیشتر سطح هل داده شده به سمت چی؟ راست دیگه. الان بیشتر سطح ما رفته سمت چی؟ راست. پس مرکز سطح باید به سمت راست حرکت بکنه دوستو؟ یعنی مرکز سطح شما دیگه وسط نیست قاعدتا، مرکز سطح به سمت چی؟ راست اولا. ثانیا نکته بعدی که در واقع داریم اینه که چون جرم ما بیشتر اومده سمت پایین دیگه، سطح ما قبلا کلش بوده بوده وسط، حالا پاک شده تمام سطح اومده این ور اومده مثلا پایین، پس این هم بعد بره راست و بیا چی پایین. یعنی شما انتظار دارید مرکز سطحش کجا باشه؟ نسبت به مستطیل اینجا باشه دیگه، باشه انتظار دارید مرکز سطح چی باشه؟ اینجا باشه. یعنی قاعدتا از نصف بعد سمت راست باشه در ایکس ای ما و در ایگر ای ما بعد از وسط چی باشه؟ پایین تر باشه. دوستو مشخص این خود دوستو درک میکنم وقتی میگم مرکز سطح یعنی اون جایی که در واقع چیه؟ اگر مثلا شما محورهایی رو از اون سطح بکشی چیه؟ در واقع مسافت تقریبا چی میشه؟ نصف. وقتی میگم مرکز سطح باشه اگه شما یه محور در اینجا بکشید، آره یه محور در اینجا بکشید بعد مسافت مثلا این ور با مسافت این ور چی بشه؟ یکی بشه. یا در این ور اگه محور بکشید بعد مسافت این ور با مسافت بالا چی بشه؟ یکی بشه. خب یا مثلا ما به بچه‌ها میگم بریم پیشرفته تر کار بکنیم، میگیم آقا مثلا شما اگر این شکل داشته باشید، اگر این شکل چی بود بچه‌ها؟ اگر این شکل چی بود؟ مثلث بود. اگر این شکل مثلث بود شما میگید مرکز سرش کجاست بچه‌ها؟ میگید مرکز سرش یک سوم از چیه؟ یک سوم از قاعده است. درست؟ مثلا این ال سوم این دو ال سوم بود. اگر مثلث بود. یعنی شما مرکز سرش اینجا ها میبینید خب روی این خط.
ولی الان که وقتی جلد چی شد بچه ها؟ جلد شکلش این شکلیه بیشتر رفته این بر این سطح شما از نسبت به مثلث بیشتر رفته این اتکا پاپ شده بیشتر رفته بوده پس انتظار دارید این چیه؟ این مرکز سطح حتی از السبو هم برتر بشه یعنی حتی از السبو هم بریم برتر دوستو؟ یا اگه برعکس این میگفتن مثلا میگفتن آقا مثلا شما همچین نموداری دارید مرکز سطحش کجاست بچه به نظر شما؟ تو این شکل فرمودید مرکز سطح از استبو ها میبرتره نه از دو استبو که این بر گفتم و استبو بعد میبرتره این شکل چی؟ باز تو این شکل برعکسش رو میگید چرا؟ چون میگیم اگه این مثلث بود مرکز سطح کجا بود بقول شما در واقع مرکز سطح اینجا بود استبو بود و چی؟ دو استبو اگه مثلث بود حالا که این مشکیت بعد چی شده؟ جن مساحت بیشتر بگیم بر بول داده شده قبول داریم؟ اما مساحت این بیشتر بگیم بر عکس این بیشتر رفته به این بر مساحت نسبت مثلث این بر بول داده شده این چیه؟ نسبت به مثلث بیشتر اومده نسبت مثلث بیشتر اومده این بر بنابراین انتظار دارید که مرکز سطح شما بچه های یکم بیاد بیبرتر یعنی در واقع السمو نباشه آره؟ بیاد بیبرتر از وقت قاعدتا بچه ها به مستطیل هم نمیرسه اگه مستطیل بود دقیقا کجا بود؟ وسط بود یعنی نه ال دوم است نه ال سوم یه چیز بین ال سوم و چی یه چیز بین ال سوم و ال دوم باید باشه مثلا این باید چی باشه از ال سوم هم باید کمتر باشه درست چون میگه دیورتر درست این حالا یه درک کلی از اینه وقتی میگم مرکز سطح مرکز سطح بچه ها درست در واقع نسبت به اون مساحت میگم اگه این مستطیل رو در نظر بگیرید مستطیل دقیقاً وسط وقتی میشه مثلث این وسط دقیقا میاد چی یک سوم میاد بیبر دیگه میاد به یک سوم قبلا چقدر بوده تو مستطیل؟ ال دوم تو مثلث میشه ال سوم حالا اگه این شکلی بشه این میاد تازه بیبرتر اگه این شکلی بشه از یه ال سوم میاد بیبرتر اینجا ها میشه مختلف میشه حالا به عنوان چند شکل گفتم بنابراین میشه نگاه کنیم مرکز سطح گفتم جاییست که در واقع سطح میشه گفت چیه در اون راستای محور دو نیم میکنه نکته بعدی که بچه‌ها می‌خواستم بگم نکته بچه مرکز سطح در واقع یه نقطه است دیگه مرکز سطح چی بچه‌ها؟ یک نقطه است الان اینجا یه نقطه ای دارید دیگه خب این نقطه بچه‌ها چیه؟ این نقطه اگه مثلا فرض کنیم مبدا مختصات اینجا میگیرم مبدا محور هامون محور ایکس و محور ایگره این نقطه بچه‌ها چیه؟ این نقطه یک ایکسی داره و یک چی داره؟ ایگره داره یعنی این نقطه یک ایکسی داره الان و یک چی؟ ایگره داره دیگه یعنی مرکز سطح که دارم میگم مرکز سطح یه x تو داره و یه y داره یعنی ما هم x شو میخوام هم y شو هر چند دوستان ببینید در مسائل با عمرانی ها برای ما همیشه یکی از اینا مهمه یعنی هم x و هم y مهم نیست بعد شما دنبال کدومش میگردیم چرا؟ چون آقا چون برای ما عمرانی ها ما دنبال چیم؟ مثلا من این سوال به شما دادم گفتم آقا چی؟ آقا این سوال به شما دادم اونا لنگر شما رو اینجا حساب کنید و اگه لنگر رو میخواید اینجا حساب بکنید اصلا فصل این چیز رو باشه یه همچون باری بدم اونا لنگر شما رو این حساب کنید و اگه لنگر شما رو میخواید این حساب بکنید شما میگه من مهم اینه که این باری که دارم به جای این یه بار متمرکز میخواهم بذارم این بار متمرکز کجا وارد میشه الان چیش برای شما مهمه چون باره در این جهده دیگه مهم چیه بچه ها؟ مهم ایکس مرکز سطح دیگه مهم ایکس اون مرکز سطح دیگه مهم نیست که ایگرگش چنده دیگه مهم نیست مهم که این باره داره چون این نقطه وارد میشه در اصل این ایکسش برای من علامت سواله دوستان اما مهم اینه که چون بار به سمت پایینه معادل این باره یه باری میخوام بذارم دیگه این باره مهم اینه که مرکز سطح در اصل ایکس چنده اصلا در اصل ایگرگ مهم نیست چون باره در این جهت اصلا داره یا مثلا هر وقت بود اگه مثلا این بار شیپ شما مثلا این بار اینجا این شکلی شما میدادن اگه مثلا یه بار اینجا دارم به شما میدن شما میخواید به جای این یه بار قرار بدید به جای این بار مشکی میخواید بهش یه بار معادل بار معادل باشه مهم اینه که کجای این بار وارد شه یعنی باز این مرکز سطح اگه اینجاست اینجا داره وارد شه این مرکز سطح برای من این قسمتش بچا مهم اسم این هر چی میذاره دیگه مهم نیست که تو ارتفاع کجا قرار داره چون به جای کل این باری که این سمت یه بار میخوام قرار بدم الان اسم این مثلا بذاره چی بازم میشه در این نگاه میشه چی طولش مثلا مهمه کجا داره وارد میشه اینکه در کجای این شکل از لحاظ ارتفاع داره وارد میشه مهم نیست درست شد بنابراین
اینا رو عرضم به حضورتون که بایستش کار بکنیم دقت بکنیم. یعنی منظور بچه در بحث درسته که مرکز سر یه نقطه است و ایکس و ایگرگ داره، ولی برای ما عمرانی ها بچه گفتم چون بار ما در یک جهت دیگه، در همون جهت باید ببینیم ما کدومش ایکسش رو میخوام یا ایگرگش رو میخوام. یه ایگرگش مهم نیست که تو چه ارتفاعی مانگی، در چه طولی، اینجا مانگی در چه طولی داره وارد میشه، مرکز سطح چه طولی داره از این رأس، مهم نیست که تو چه ارتفاع، چون بار داره به جای کل این بار یه بار در این جهت رام شه. تو لنگرگیری هم مثلا این طول برای ما مهمه، لنگر میگیریم این طول برای ما مهمه، اینجا بخوام لنگر میگیریم این طول برای ما مهمه. دوستان حالا این میگم مثل واشه اینو مثلا نگاه کنید، ما وقتی میگیم مرکز سطح، مثلا مرکز سطح هم این نقطه ایکس داره دیگه، بعد شما ببینید که کدوم به دردتون میخوره. لازم نیست برید جفتشو حساب بکنید، من جفتشو میگیم، ولی شما تو عمران بار شما بالاخره در یک جهت، تو همون جهت بار وارد میکنی، فقط مهم اینه کجا داره وارد میشه، ببینید ایکسشو میخواد مرکز سطح رو بگیره که شما لازم بود. بنابراین اینو هم اشاره دوستان چیه دقت بفرمایید. خب حالا بریم بحث، حالا اینکه کلیت بحث دیگه اصلا این مرکز سطح یعنی چی و چرا برای ما مهمه. حالا بحث اینه که چجوری باید x و y رو به مرکز سطح رو حساب کنیم. حالا سواله بالاخره این مرکز سطح یه x دارد و یه y دارد دیگه، که گفتم برای ما عمرانی باید تو مسئله که به شما دادیم کدومش به دردتون میخوره، که معمولا هم x برای ما مهمه، یعنی بارهای ما مثلا بار هم در این جهت هم که باشه بازم فاصله در طول مهمه از ما. حالا بحث اینه که عزیزان حالا x و y مرکز سطح چگونه حساب میشه؟ دو تا فرمول داریم، اول من فرمول رو میگم بعد تو مسئله مختلف چکار کنیم به کار ببندیم. خیلی سوال است بچه‌ها نکنید، این مرکز سطح رو بچه ایکس رو با ایکس بار نشون میدن، ایگرگ رو با چی نشون میدن؟ ایگرگ بار دیگه. یعنی میگن آقا مرکز سطح من یک ایکس داره که اسمش ایکس باره و یک ایگرگ داره که اسمش ایگرگ باره. حالا ایکس بار یعنی ایکس مرکز سطح، ایکس بار یعنی ایکس مرکز سطح، مختصات ایکس مرکز سطح چی میشه فرمولش بچه‌ها؟ میشه انتگرال ایکس دی یا آ دو سو برای چی؟ آه بس انتگرال x دی آ برای چی؟ آه و ایگرگ بار چی میشه بچه ها؟ ایگرگ بار میشه و چی بچه ها؟ انتگرال ایگرگ دی آ برای چی؟ آه بس این میشه دوتا فرمولش. فرمولش که چیلی سواله هست نمیشتن از مهم که اینا رو بتونیم به کار رو بریم، که آقا نگاه کنید x بار میشه انتگرال x دی آ برای آ و ایگرگ بار میشه انتگرال ایگرگ دی آ برای چی؟ یعنی من x و y مرکز سطح برای اسم میذارم x بار و y بار رو با این دو فرمول محاسبه میکنم. x و y مرکز سطح دوستان چیه؟ با این دو فرمول چیه؟ محاسبه میشه. و این دو فرمول هم دوستان چیه؟ خیلی عرضم به حضور مبارکتون که ظاهر همش میگم خیلی ساده است. از ظاهر ساده است، کاربردش هم ساده است. بعد بشه دوستان ریاضی بلد باشن دیگه قاعدتاً. یعنی بحث وقتی میگیم انتگرال، وقتی میگیم دی آ، اینا براتون تعریف شده باشه مفهوم. حالا ما الان میریم چندین تا نمونه رو با هم حل میکنیم که انشالله استفاده از این روابط برای دوستان ما انشالله چیه؟ انشالله برای دوستان ما جا بیفته، بتونیم انشالله شما خیلی راحت بتونن مرکز سطح چکار بکنن، محاسبه بکنن و از این فرمولا خیلی راحت چکار بکنن، استفاده بکنن. بریم چند تا نمونه بچه با هم حل میکنیم، ببینیم که چگونه بایستی مرکز سطح رو چکار رو بکنیم حساب. خب حال مثال که بزنم حالا عددی بزنیم، ما فرض یک شکل به شما دادن، این شکلی حالا مرکز سطح این شکل بس شما چیه بچه ها خواستن معادله این هم به شما دادن، مثلا فرض کنید بچه این در واقع ایگره مساوی چیه؟ عرضم به حضورتون که ایگره مساوی ایکس دو هست، معادله این رو بردن ایگره مساوی ایکس دو و گفتن آقا مرکز سطح این شکل چکار بکنید؟ حساب بکنید. خب قاعدتا بچه ها این مبدا مختصات بعد بگیریم، این مبدا مختصات بچه اختیاریه، یه مبدا مختصات رو بچه باید انتخاب بکنید برای اساس عدد بسته داری این فرمولی که به شما دادن از کدوم مبدا، خود سوال باید مشخص کنه که از کدوم مبدا این فرمول رو شما بده. فرض اون مبدا اینجا بوده، خب این محور x منه، این محور چیه؟ y منه دیگه. گفتم آقا مرکز سطح این شکل چیکار کنی؟ حساب کن.
مرکز سطح کشید رو میخوام کار بکنید حساب. خب میام چیکار بکنم اگه خواهم مرکز سطح این شکل رو حساب بکنم؟ عرضم به حضور تو که فرمول کلی من چیه بچه ها؟ اگه مثلا x بارش رو میخوام حساب کنم برابر است با انتگرال x دیگه a به روی چی؟ a. خب ببینید عزیزان، اگر من قرار است در واقع این بحث حساب بکنم، شما میبینید که بچه در محاسبه x بار و y بار انتگرال دارم. بچه ها انتگرال یعنی چی؟ انتگرال یعنی همون جمع، یعنی همون سیگما. یعنی شما بایستی وقتی بحث انتگرال پیش میاد بچه ها، یعنی شما دارید یه چیزها رو با هم جمع میکنید. یعنی جمع هایی چیه؟ تقریبا بی نهایته. یعنی چی؟ حالا چیا رو جمع میکنید؟ مساحت های شما این دیفرانسیش نگاه کنید شده دیا بسید؟ یعنی اگه این کل مساحت شکل منه، این کل مساحت شکل منه دیگه، این مساحت کل شکل بچه ها شکسته به چی؟ شکسته به دی آ. دی آ بچه یعنی چی؟ یعنی یه مساحت کوچیک، دیفرانسیل آ دیگه. وقتی میگم دی آ دیفرانسیل بچه ها دی آ یعنی چی؟ یعنی همین مساحت های جزئی، بهش میگم مساحت های چی؟ جزئی. دی آ یعنی مساحت های جزئی. یعنی بس وقتی میخواد انتگرال بگیری، انتگرال به این معنیست که آقا شما داری رو اون مفهوم، کار مفهوم اونجا مساحت، تو داری میگی اون مفهوم میشکنی به چیزای کوچولو کوچولو و اینا رو جدا جدا با هم چیکار میکنه؟ همش با هم جمع میکنه. بنابراین وقتی شما قرار انتگرال x دی آ بگیرید، دی آ این مساحت جزئی، یعنی بعد این مساحت کل رو، یعنی این یه مساحت کل دیگه، این مساحت کل رو بعد باید بشکنی به مساحت کوچولو کوچولو کوچولو. وقتی این مساحت کوچولو کوچولو با هم جمع بکنی میشه چی؟ مثلا اون مساحت کل تو. بنابراین وقتی انتگرال دی آ میبینید، سریعا بعضی تو میبینی که آقا من باید مساحتم رو بشکنم به مساحت های کوچیک دیا، یعنی باید مساحتم رو این مساحت کل بشکنم به مساحت های کوچیک 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 و این را با هم جمع کنم. انتگرال به این معنی است. خب به بعدی من میخواب انتگرال x دیا رو حساب کنم، باید این مساحت کلم رو بشکنم به مساحت های کوچیک کوچیک تا بتونم این مساحت های کوچیک کوچیک رو چکا کنم، انتگرالش رو بگیرم و فرمول رو حساب کنم. بنابراین دوستان من در واقع این شکل نباید بشکنم به مساحت کوچیک. حالا مساحت کوچیک ها چون میان بشکنیم مساحت کوچیک، در خیلی از شکل های روتین بچه ها، شکل هایی که در واقع حالا به قول معروف میگن در راستای ایکس و ایگرگی باشه، میان به مستطیل های کوچیک کوچیک میشکنیم. یعنی میگم آقا این مساحت من، این در واقع مساحت کل من چی بچه ها؟ ترکیب زد چه؟ مثل مستطیل های چی؟ کوچیک دیگه. این تعلق هم مسئله کوچیک کوچیک، هر دو از اینها بچه ها یک دیه هست دیگه، هر دو از اینها چیه بچه ها؟ یک دیه هست. خب این دیه ها با هم جمع بشه، جمع یه چیه؟ انتگرال دیگه. انتگرال دیه ها برابر چی بچه ها؟ شما بگید انتگرال دیه ها برابر چی میشه بچه ها؟ نگید خونده دیگه، انتگرال دی ایکس میشه ایکس، انتگرال دیه ها میشه و انتگرال دیه ها میشه چی؟ آه. یعنی در واقع اگه این دیه ها رو با هم جمع کنیم، مساحت کوچیک کوچیک رو با هم جمع کنیم، میشه مساحت چی؟ میشه مساحت کل. پس بچه‌ها وقتی می‌خواید از این فرمول x بار یا y بار استفاده کنید، اول اینکه شما چون بیاید چیکار کنید، بیاید یک دی ها بگیرید، یک جزء المانی میشه به قول ما اون جزء المانی، یک جزء المانی بگیرید. خب بنا کنید آقا این شکل منه، این شکل منه. خب من یک جزء المانی باید بگیرم، اون جزء المانی یا یک جزء المانی لا که من کلی گفتم این جزء المانی بچه‌ها همیشه به عنوان نمونه می‌گیرید، آقا این جزء المانی من. خب یعنی چیه؟ این در واقع دی آی هستش، این جزء المانی. خب بچه ها این جزء المانی مساحت حساب کنید، الان این مستطیل بچه ها مساحتش چقدره؟ دی آی مساحت این المانه دیگه، مساحت این جزء المان چقدره بچه ها؟ مساحتش حساب کنید. خب میگیم آقا من مساحت این رو میخوام حساب بکنم چیه؟ یک مساحت مستطیل میشه تو زب در عرض دیگه، این یه عرضی داره بچه ها، عرضش چیه؟ این راستا محورش این بود، این راستا محور x بود دیگه، این عرضش هست دی x دیگه، این ها چه جزء خیلی کوچیکی دیگه. این وقتی یک جزء خیلی کوچیک با عرض کوچیک رو گرفتیم، یعنی چی؟ عرضش میشه دی... کل اگه مثلا ما بگیم طول x، این دی x، یعنی چی بچه ها؟ جزء دیفرانسیلی همه دیگه، جزء دیفرانسیلی بچه ها یک جزء بسیار کوچک، این دی x. و همیشه میگم بچه وقتی شما دارید یه دی آ میگیری، یعنی دارید یک جزء المانی میگیری، بچه این جزء المانی شما حتما باید یکی از پارامترهای هندسیش دیفرانسیلی باشه. الان مثلا ایکسش دی ایکس دیفرانسیلی و این عرض هم بودو که ارتفاع شده بچه ها
چون مساحت مستطیل میشه تو زمین در عرض دیگه. این عرضش که dx چون در اصل میمونه x دو کوچولو گرفتیم ارتفاعش چقدر بچه‌ها؟ ارتفاعش که دیفرانسیل است دیگه عدد قابل اعتماد. این چقدر بچه‌ها؟ این چقدره؟ این میگیم همون این مگه نمودار نیست؟ مگه نمودار نیست؟ این نقطه بچه چیه؟ این نقطه روی نمودار یه ایگرگی داره دیگه، همون ایگرگ نمودار دیگه. قبول دارید؟ این نقطه‌ای که روی نمودار گرفتی، این طبق این نمودار یه ایگرگ داره، یه عرض داره دیگه. پس در واقع دی آ بچه میشه چی؟ میشه طول ضرب در عرض، میشه ایگرگ ضرب در دی چی؟ ایکس. پس این مساحت جزء شما، یعنی این دی آ که میگم، این دی آ یعنی چی؟ جزء دیفرانسیل شما. این جزء دیفرانسیل شما عرضش که دی ایکس، ارتفاعش هم که ایگرگ دیگه، ایگرگ اون نقطه است. میشه ایگرگ دی ایکس. پس دی آ میشه ایگرگ دی چی؟ ایکس. برای محاسبه ایکس بار و ایگرگ بار انتگرال ایکس دی آ همه گیر بود دی آ است. دی آ رو که حساب کنید تمام دیگه میذارید انتگرال میگیرید. خب حالا مثلا ما الان چیه انتگرال ایکس دی آ رو میخوام بگیریم. یه ما انتگرال ایکس دی آ رو میخوام. خب دی آ من تبدیل چی شد بچه‌ها؟ طبق این جزء المان دیگه تا چه میتونم به این جزء المان دیگه گرفتم دی آی من میشه ایگرگ دی ایکس دی. پس میشه انتگرال دوستو انتگرال چی بچه ها؟ انتگرال ایکس. این ایکس هم بچه همینه بچه بچه ایکس در واقع چی اینجا؟ ایکس همون مرکز سطح چیه؟ مرکز سطح اون جزء المانی است. خب این جزء المانی من بچه ها مرکز سطح وسطشه دیگه وسطشه یه مستطیل بلد ندیم یه اگه شکل کل بلد نیستم این مستطیل دی آر رو میدونم مرکز سطح چیه؟ مرکز سطح وسطشه. خب بچه این مرکز سطح تا محور متصل بچه چیه؟ تا محور متصل چیه؟ یه ایکسی داره دیگه نه ایکس دیگه. خب پس چی میشه؟ میشه ایکس به جای دی آر چی میزنم؟ ایگرگ دی چی؟ ایکس. پس به جای آر دی آر بذاشتم چی بچه ها؟ به جای دی آ گذاشتم ایگری دی ایکس و این جزء المانی گرفتم دیگه دوستان؟ جزء المانی گرفتم. خب حالا میخوام انتگرال بگیرم. خب میخوام انتگرال بگیرم بچه این مشکل دارم چیه؟ این دقت تو انتگرال گیری بچه ها بایستی متغیرهای شما با دیفرانسیل شما یکی باشن. شما الان دیفرانسیل ایکس داری برای متغیرات ایکس و ایگری این ایگری الان کار خراب کرده دیگه قبول داری؟ چون دیفرانسیل ایکس باید همه متغیرات تابع از ایکس باشن تا انتگرال بگیریم برای ایگری. خب بعد چیکار کنیم؟ واسه ایگرگ رو تبدیل به ایکس بکنیم تا بتونیم انتگرال بگیریم. خب ایگرگ رو چجوری تبدیل به ایکس کنیم؟ بچه این نقطه که یه ایگرگ داره این نقطه بچه گفتیم یه ایکس داره یه ایگرگ داره دیگه که این ارتفاعش ایگرگشه. خب اگه من بخوام ایگرگ این نقطه رو تبدیل کنم به ایکس رابطه بین ایگرگ و ایکس این نقطه چیه؟ میشه همین نمودار دیگه. خود نمودار گفته آقا جان رابطه این نمودار هست ایگرگ مساوی ایکس تو. این هر نقطه‌ای که شما داری میگیری هر نقطه‌ای که داری میگیری ایگرگ اون نقطه چیه؟ برابر با x اون نقطه به توان چند؟ دو دیگه. ایگری در هر نقطه برابر میشه با x اون نقطه به توان چند؟ دو. خب بنابراین چیه بچه ها؟ بنابراین این نقطه ای من چی داره؟ بنابراین رابطه ایگری با x چیه؟ چون گفتم اینجا نمیتونه انتگرال بگیره چون این دیفرانسیل x این هم x مشکل نداره ایگری باید تبدیل به x بشه. رابطه ایگری با x چیه؟ اینه. خود سوال گفته این نمودار تابش ایگری مساوی x داره. پس چی میشه؟ پس برابر میشه با انتگرال x به جای ایگرگ چی قرار میدم بچه ها؟ به جای ایگرگ x2 قرار میدم ضرب در دی چی؟ x. خب x ضرب x2 میشه x 3 پس میشه انتگرال x 3 دی چی؟ x. پس میشه انتگرال x 3 دی x. من باعث انتگرال x 3 دی x رو چکار کنم؟ حساب کنم. و انتگرال x 3 دی x رو حساب بکنم چقدر میشه؟ حالا از کجا تا کجا بچه‌ها فهم می‌گیم تو چقدر بود بچه‌ها؟ پس این طول کل L بوده دیگه. این طول کل L بود. چون اگه این طول کل L باشه و انتگرال بگیرم بچه‌ها انتگرالش میشه از 0 تا L دیگه. X من بچه‌ها X اولین المان هم اینجاست که X در 0 تقریبا تا بیشترین المان هم که X چند همون L بوده. از 0 تا L X و انتگرال X هم میشه X 4 4 هم میگه. خب از 0 تا L اگه بذاریم چی میشه؟ میشه L 4 چهارم منهای صفر به توان چهار چهارم میشه همون ال چهار چهارم. پس این بچه صورت مسئله صورت ایکس بار چی میشه؟ پس انتگرال ایکس دی آ شد چقدر؟ شد ال چهار چهارم توی مسئله که من گفتم شد ال چهار چهارم. پس این بچه شما کافی یک جزء بگیرید یک جزء دیفرانسیلی بگیرید این جزء دیفرانسیلی رو چکار کنید؟
این جزء دیفرانسیلی رو بیایم چیکارش بکنیم؟ بیایم عرضم به حضورتون که طول و عرضش رو مشخص کنیم. بودم بچه یا طول یا عرض قطعا دیفرانسیلیه، اون یکی دیگه قاعدا چیه؟ یه متغیر دیگه است. در هم ضرب کنیم چی مساحت اون جزءتون و بعد قاعدتا بچه در ادامه حل بعد یکی از این متغیرها رو به هم تبدیل کنیم با استفاده از رابطه منحنی، تو بعد قشنگ میتونید انتگرالش رو چیکار بکنید؟ بگیرید. میشه من انتگرال ال 4 4. خب میبینید چی بچه‌ها؟ آ خب مساحت از این نمودار چقدر بچه‌ها؟ خب مساحت از این نمودار گفتم همون چی؟ همون انتگرال دی آ دیگه. انتگرال دی آ میشه مساحت دیگه. پس من اگه میخوام مساحت حساب کنم در واقع انتگرال دی آ. خب دی آ رو قبلا تعریف کردم. پس من اگه بخوام مساحت حساب بکنم حالا اگر بخوام بیام پس من برای مخرج انتگرال دی آ رو باید بگیرم، میگم آقا مساحت برابر با انتگرال دی آ. یعنی چی بچه ها؟ انتگرال دی آ برابر چی بچه ها؟ دی آ برابر با اینه دی ایکس. پس برابر میشه با اینه دی چی؟ ایکس. خب باید میخوام انتگرال بگیرم نمیشه چون این دیفرانسیل ایکس هست ولی متغیرم ایگرگه، باید این رو تبدیل ایکس کنم. رابطه ایگرگ با ایکس چیه؟ ایگرگ مساوی ایکس دو. پس میشه انتگرال ایکس دو دی چی؟ ایکس. میشه چقدر؟ از صفر تا ال. میشه x سوم که از صفر تا ال اگه حساب کنم میشه ال به توان 3 سوم. پس x بار چی میشه بچه ها؟ پس x بار میشه انتگرال x دی ها به روی انتگرال دی آ همون کار که چقدر شد؟ این شد ال 4 چهارم، این شد ال 3 سوم. پس چقدر میشه بچه ها؟ در واقع میشه چقدر دور در دور نزدیک در نزدیک کنه ساده کنیم میشه 3 چهارم چی؟ 3 چهارم ال. یعنی مثلا شما کنیم مرکز سطح شما در راستای x 3 چهارم ال xش x باید از مبدأ مختصات 3 چهارم ال. اما بس که داشت میکنم چون یعنی به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم که اگر این شکل شما باشه مرکز سطح شما فاصله چقدر بچه ها؟ فاصله شده چقدر؟ فاصله از مبدأ مختصات هست چی بچه ها؟ 3 چهارم ال. پس این تعداد میشه چقدر؟ 1 چهارم ال. انتظار ما بچه چیه؟ همین قبل از که اصلا حل بکنیم شما خودتون میدونستید بحث کردیم گفتیم آقا اگر این مستطیل بود این شکل مرکز سطح چی بود بچه ها؟ وسط بود ال دوم میشه. اگر مثلث بود میشد ال سوم. حالا که این شده از مثلث هم برتر رفته دیگه، از ال سوم هم رفته برتر، چی شده؟ شده ال چهارم. یعنی حتی از استقوم هم کمتر شده. پس جواب درسته، جواب منطقی است. این از مبدع، این بچه جواب ایکس بارتون بچه اصلا مبدعی است که ایکس رو داره نسان چون مبدع اینجا ایکسه این سه چهارم ال، این ایکس بار شما از مبدع سه چهارم ال از این برای یک چهارم ال. یعنی از مستطیل که این دومه رفته و برده تو مستطیل هم استقوم بوده باز رفته و برده شده چقدر؟ ال چهارم. این میشه چی؟ این میشه ایکس بار شما. این میشه چی آقا؟ میشه ایکس بار شما. بنابراین اینو دوستان چیه؟ عرضم به حضورتون که دقت بفرمایید. این شد ایکس بار. حالا باشه مثلا اگر مثلا من بار رو این شکلی به شما داده بودم، اگر مثلا من بار رو این شکلی به شما داده بودم، یعنی مثلا فرض کنید بار بود، شما فقط باشه همین این همین برای شما مهمه دیگه. چون به جای این بار میخواین چقدر بدین؟ به جای این بار یه همچین باری میخواین قرار بدین. و مهمه که محل اثر این بار چقدر از اینجاست که میگید 3 چهارم ال و این چقدره؟ ال. مقدار این بار چقدره بچه‌ها؟ این ال چهارم و این 3 چهارم. مقدار بار چقدره بچه‌ها؟ بودیم برابر مساحت زیر این. مساحت زیر این چقدر حساب کردیم بچه‌ها؟ مساحت زیر این ال 3 سوم دیگه. مقدارش عرضم به حضورتون که ال 3 سوم هستش. کجا وارد میشه ال چهارم از 3 چهارم ال از بعد. بعد که لنگر این نیرو رو حال هر نقطه خواستیم چیکار کنیم؟ حساب دیگه ایگرگ بارش بچه برای ما مهم نیست چون بار این شکلی نبوده که مثلا این شکلی باشه ما بخوام ایگرگ بار حساب کنم، بار این شکلیه ایکسش مهمه. ولی چون مسئله آموزشیه بچه من ایگرگ بارش هم حساب میکنم هرچند برای ما الان اگه بار این شکلی باشه مهم نیست، ولی چون بحث اینه که اصلا داریم آموزش میدیم مرکز سطح ما. حالا اگه بچه فرض کنیم ایکس بارش بود اگه میخواستیم چیکار کنیم؟ ایگرگ بارش رو حساب کنیم.
میشه باشه دیگه این کارش بدم. خب این بچه ها اگر میخواستیم چه کار کنیم؟ اگر میخواستیم بیان ایگرگ بارش حساب کنیم، خب میگونم آقا ایگرگ بار برابر چی هست؟ برابر هست با انتگرال ایگرگ به آ به روی انتگرال به آ یا هم آ. خب مثلا که حساب کنیم انتگرال دی آ فرق نمی کنیم، برابر مسئله زیرینه که چقدر گفتیم؟ ال سه سه بود میخواره میمونه چی بچه ها؟ انتگرال ایگرگ دی آ. باز دی آ رو بچه حساب کردیم، اگه اینطوری مستطیل برمی کنیم دی آ شده چی؟ ایگرگ دی نیست. پس انتگرال ایگرگ دی آ برابر میشه با انتگرال، خواهش دارم این نکته خیلی ظریف رو جدا بشه، دی آ که برابر چی دوستان؟ دی آ که برابر شده با چی؟ ایگرگ دی ایکس. آره برابر شده با ایگرگ دی ایکس. خب بچه این ایگرگ گفتیم چی بچه ها؟ این ایگرگ یا ایکسی که بچه ها خیلی دارم، این ایگرگ و ایکسی که بچه ها توی این معادله ایگرگ بار و ایکس بار هست، این چی گفتیم بچه ها در مورده؟ این ایگرگ هست چی؟ ایگرگ مرکز سطح جزء المان، المان جزئی. ایگرگ مرکز سطح المان جزئی. دوستان خب بچه ها این جزء المانی که من گرفتم رو نکنیم، این جزء المانی که گرفتم بچه این جزء المانی من میگه مرکز سطح وسطش دیگه. خب بچه مرکز سطح که وسطه بچه ها ایگرگ چقدره از کف؟ اگه کل این ایگرگ باشه این چقدره؟ از ایگرگ دوم دیگه. مرکز سطح این جزء المان مستطیل وسطش دیگه، اگه کل ارتفاع این المان ایگرگ باشه فاصله اش تو مبدا چقدره؟ ایگرگ دومه. پس بعد به جای این چی قرار بدم؟ به جای این بعد ایگرگ دوم قرار بدم. این دقت کنید دیگه، پس چون چه؟ میشه انتگرال ایگرگ دو دوم دیگه چی؟ ایکس. پس چون فراموش نکنید دوم پس تحکیل میکنم عزیزان، انتگرال ایکس دی آ که میگم یا انتگرال ایگرگ دی آ که میگم بچه ایکس و ایگرگ چیه؟ این ایکس در واقع ایکس مرکز المان جزئی است. این ایگرگ چیه؟ ایگرگ مرکز المان چیه؟ جزئی. ایگرگ مرکز المان، ایکس مرکز المان. درستو؟ تو بحث ایکس مشکل نداشتیم چون وسط اینکه میگم باشه خود جزئی این دی ایکسه دیگه وسطش با خودش فرق نداره، دی ایکس باشه یعنی خیلی خیلی کوچولو. دیگه شما بگید این نقطه بچه ها چیه؟ ایکس همون ایکسه. چون این دی ایکس باشه باز دوستان نگن آیا برموندنی این فهم کنه دیگه این وسط اینه، این از اینجا تا اینجا اینقدر اختلاف داره. میدونم چه وقتی ما میگم این ارزش دی ایکس باشه یعنی هیچی، دی ایکس دیفرانسیل یعنی خیلی کوچولو، یعنی هیچ، یعنی اینگاه چیز برم فوق داده چیز رو نه اینطور در نظر بگیر، این یعنی این. خب این وسطش بچه ها اینگاه با خودش به طرف فرقی نداره ولی تو ارتفاع فرق میکنه، که ارتفاع دیگه دیفرانسیل نیست، یک ارتفاع قابل اعتناست. این وسطش تا مبدا فاصله میشه ایگرگ دو، پس میشه ایگرگ دو هم زده ایگرگ دیست، میشه ایگرگ دو هم دیست. حالا انتگرال اینو باید بگیریم، و انتگرال اینو بچه مخواهد بگیم باید مشکل داریم. چرا؟ چون این دی ایکسه ولی این ایگرگ دو متغیره، پس بعد ایگرگ رو به ایکس چیکار کنیم؟ تبدیل کنیم. بعد ایگرگ رو ایکس، رابطه ایگرگ با ایکس چیه؟ ایگرگ برابر با ایکس دو، پس به جای ایگرگ میذاریم ایکس دو، پس برابر چی میشه؟ میشه ایکس دو به تمام دو، میشه ایکس به تمام چقدر؟ چهار، میشه ایکس چهار دوم به ایکس از صفر تا ا. حالا میتونم چیکار کنم؟ حالا میتونم انتگرال بگیرم. خب ایکس چهار میشه ایکس پنج، پنجم به یک دوم چه چی؟ امام میشه یک دوم ایکس پنج پنجم از صفر تا ا، که اگه ال قرار میشه ال پنج دهم بگیم. چه شده بچه ها؟ چه ال به توان پنج دهم میشه ال پنج تقسیم بر چقدر؟ ده. پس این انتگرال این دیده ها چه میشه؟ میشه ال پنج تقسیم بر ده. و اگه این ساده کنم بچه چیه؟ قاعدتا رابطه شما چی میشه؟ ارنم برونتون که میشه چقدر؟ میشه سه دوام ال به توان چقدر؟ دو دیگه میشه ایگرگ بارتون. یعنی بچه ایگرگ بار شما از مبدا که مبدا ایگرگ ایگرست دیگه، از مبدا بچه چیه؟ اگه من بیشی میتونم الان این نقطه شما ایکسش که چند بود؟ سه چهار میره ایگرگش چنده از مبدا؟ سه دوام ال به توان چقدر؟ دوه. سه دوام ال یه بچه اگه کل این تو بیمه تو کل این تو چقدر الان؟ کل این تو بچه چقدره؟ چون این رابطه چی بود بچه ها؟ این رابطه بود ایگرگ مساوی ایکس دو دیگه،
خب وقتی از اینجا تا اینجا ال باشه واسه ال تو میذاری ال تو میشه ال 2 بس کل این تو چقدر الان کل این تو الان ال 2 ما چقدر در مورد مرکز سمت 3 دهم ال 2 اگه کل تو این ال 2 باشه این 3 دهم ال 2 درست مشخص هم هست یعنی بچا از نسبت چی باشه پایین‌تر باشه اگه مستطیل بود اینا مستطیل بود حالا که مستطیل نیست که پاک شده بیشتر از 100 اومده پایین بعد مثلا به پایین‌تر 3 دهم ال 2 درست میشه ایگرگ باره درست پس ایگرگ بارش بچا چیه در واقع این شکلی حساب میشه یا بچه یه روش دیگه اگه کار یک بار حساب کنیم که بچه مستطیل بندی مون عوض کنیم من مستطیل این شکلی گرفتم میتونم مستطیل رو چکار بکنم؟ عوض میکنم یعنی چی؟ یعنی بیام مستطیل بندی رو در واقع چکار کنم؟ این شکلی انجام بدم یعنی اون جزء مستطیل رو عوض کنم بیام چکار بکنم؟ بیام من میخوام ایگرگوار این حساب کنم بیام مستطیل هم این شکلی بگیرم بیام مستطیل جزء دیفرانسیلی هم این شکلی بگیرم یه مستطیل این شکلی بگیرم اینطوری مستطیل بندی کنم این تو مستطیل این شکلی شکلی بکنم با هم جمع کنم خب بعد اون وقت این چی میشه اسمش؟ این اسمش میشه دیه بگیره دوستون؟ اسمش چی دیه؟ بگیره بعد اسم بچه این چی میشون؟ این طول چقدر میشون؟ نه خیلی دارم بگیم اگه این بگیرتم دقیقه بچه ها اندازه این طول چقدر میشون؟ این چی میتونستم بگیرم؟ خیلی ساده سریع بگیم این نقطه از این مبدع یه x داره دیگه این x این نقطه است کل این طول چقدر بود؟ L پس این تکه چقدر میشه؟ میشه L منهای چی؟ x پس L منهای من میشه L منهای x درست؟ پس دی آی من چی میشه بچه ها؟ پس دی آی من میشه ال منهای x در دی چی؟ و میشه دی آی من درست؟ پس دی آ میشه ال منهای x در دی و پس اگر اینطوری مستطیل بندی کنیم میشه این اگر این شکلی مستطیل بندی کنیم میشه ایگرگ دی ایکس ایگرگ دی ایکس اگر اینطوری مستطیل بندی کنیم چون این نقطه نمودار اینه چون نمودار اینه ها نمودار اینه این نقطه نمودار یه ایکسی داره پس کلش هم ال میشه ال منهای ایکس دی آ میشه این بعد میتونی اینطوری انتقال گیری بکنی بعد در واقع میشه از این دی آ رفت استفاده کرده خب این سخت‌تره دیگه قاعدتا الان درست بعد میگیم ما هر کدوم از این المان ها هر کدوم از این المان ها یه مرکز سطح داره خب حالا میگیم ما مرکز سطح این شکل در واقع فاصله اش با مبنا چقدره میگیم با همین نقطه یکی دیگه این نقطه چی داره یه ایگرگ داره دیگه این نقطه یکی داره پس اینم چقدر فاصله مرکز سطحش تا مبدا ایگرگ پس میگم آقا اگر من میخوام ایگرگ بار حساب کنم میشه انتگرال ایگرگ دی آ به ویژه انتگرال دی آ خب انتگرال دی آ که هم از ال سی سی اون کار نداره انتگرال ایگرگ دی آ بچه چی میتونم بنویسم تو این نگاه میتونم بگم انتگرال ایگرگ دی آ برابر میشه اینجا دیگه بچه ها ایگرگ تو فاصله مرکز المان از مبدا و فاصله مرکز المان از مبدا هم ایگرگ دی ایگرگ دوم نیست اینجا بچه فاصله مرکز المان از مبدا میشه چقدر ایگرگ دوم چون المان یه شکلی گرفته بودیم مسئله ما مسئلهش بود کلی نگه گیریم بود چون دیگه دوم دوستون؟ ولی اینجا اگه میخوام بگیم آقا میگه انتقال ایگرگ چیه؟ فاصله مرکز المان از مبدا همون ایگرگ همون دقیقا نقطه بیر نمودار بوده ایگرگ شد دیگه تبدیل به ایگرگ دوم نمیشه زرد دی آرش میگیرم؟ این میگیرم دی آر میشه المان مای ایکس در دی چی؟ ایگرگ دوستون؟ حالا انتقال اینو میخوام بگیرم باز این ایگرگ این هم دیگه ایگرگ این ایکس ایکس باید تبدیل چی کنن؟ ایگرگ اینجا شون دیفرانسیل ایگرگ ایکس باید تبدیل به ایگرگ بشه خب میگم آن رابطه ایگرگ ایکس میگم ایگرگ برابر ایکس دوه نتیجه ایکس برابر چیه؟ نتیجه اینکه ایکس برابر بشه با رادیکال ایگرگ دیگه پس بجه ایکس باید چی بدارم؟ رادیکال ایگرگ باید چی میشه؟ میشه انتگرال ایگرگ ضرب در ال منهای رادیکال ایگرگ دیگه چی؟ و از صفر تا بعد این انتگرال میگیره قاعدتا بچه جواب یکی خواهد شد ولی بچه نگاه کنید این خیلی سخت در واقع میگم دقت کنید این بعد بالا کار ایگرگ میاد واسه انتگرال گیریش میخوام انجام بدم واسه ال ایگرگ در ال میشه یک انتگرال من های ایگرگ در رادیکال ایگرگ میشه یه انتگرال اصلا سخت نیست تو مثلا چون تر میشه پس این المان بعد نیست کارو سخت میکنه این المان یه خیلی ساده تره المان هایی میتونی بگیری آره این دیگه مهارت است که تو المان گیری باید داشته باشی ولی من هر دو تا المان گفتم واسه اینکه بدونید در واقع میشه با هر دو المان گیری رفت و مثلا چیکار کرد حل کرد این ظرافت ها تو حل هم دقت کنید بچه‌ها اینجا که المان اینطوری میگیرم ایگرگ مرکز المان میشه ایگرگ دوم ولی وقتی اینطوری میگم ایگرگ مرکز المان میشه خود ایگرگ
یا اگر مثلا این نقطه رو ما داریم میگه این طول کل از نقطه اینجا این سه میشه المنایز اینا ظرافتی است که باید توی محاسبات دقت بکنی. خب دوستان چون اذان هم تمام شد و نماز از همه چی واجب تره و قاعدتا داریم زندگی میکنیم برای اینکه مثلا قلب به خدا پیدا کنیم تمام این اتفاقات درس خوندن ها درس دادن ها ان شاء الله در همون مسیره بریم ان شاء الله به نماز برسیم. ممنون که صبر تحمل کردید ان شاء الله خوب گوش بدین خوب کار کنید بچه‌ها باید قشنگ کار کنیم ما جلسه بعدم سر کنیم تمرین دیگه ما ان شاء الله حل بکنیم. التماس دعا خدا واسه شما.